با درود و سلام به یکی از ویدیو های ما خوش آمدید. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیو های جدید و روزانه ما را از دست ندهید. توجه کنید به خبری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است. برکناری یا استعفا، غنی با عثمانی چی کرده است؟ بشیر احمد قاسانی در صفحه فیسبوک رسمیش چنین نگاشته است: دقایق پیش موترها و محافظان وزیر صحت عامه را گرفتند. وی بدون محافظ و با موتر شخصی خانه رفته است. وی در حالی که استعفا نکرده، ریاست جمهوری در مکتوبی نگاشته است که استعفای آقای عثمانی دست رئیس جمهور منظور شده است. بشیر احمد قاسانی در یک پست فیسبوکی دیگرش نیز افزوده است: رئیس جمهور غنی دقایق پیش به وزارت صحت عامه رفته و به وحید مجرو و بشیر نورمل معینان وزارت صحت دستور داده که تا تعیین سرپرست جدید از امور این وزارت وارسی کنند. با گزارش از 8 صبح، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه نامه ای را عمومی کرده است که در آن حرف از استعفا و برکناری او رفته است. این نامه امروز پنجشنبه 11 جدی از سوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری به دفتر کار عثمانی در وزارت صحت عامه فرستاده شده است. در شروع نسخه از این نامه که از سوی عثمانی عمومی شده است، غنی گفته است که استعفانامه وزیر صحت عامه را دریافت و مطالعه کرده است. در جمله دوم آن گفته شده است که استعفای وزیر صاحب منظور است. با پیوست همین جمله از سوی غنی تاکید شده است: هر مدیری که تحت نظارتش فساد گسترده واقع شود مسئول است و اگر ابهام وجود داشته باشد باید خود را معذول بپندارد. در جمله سوم این نامه آمده است که بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری، احمد جواد عثمانی وزیر صحت عامه از وظیفه‌اش معزول و برکنار شده است. عثمانی با انتشار نامه مذکور در شبکه اجتماعی تویتر نوشته است که او تا اکنون از سمت وزارت صحت عامه استعفا نداده است. او بعدتر در یک نوار ویدیویی نیز تاکید کرد که از وظیفه‌اش استعفا نداده است. به گفته عثمانی، رئیس جمهور روز گذشته از او خواسته بود که استعفا بدهد، اما او قبول نکرد و برایش دلیل آورد که موانع قانونی در برابر ادامه کار خود نمی بیند. عثمانی می افزاید که غنی صبح امروز نیز برایش تلفن کرده و بار دیگر خواستار استعفایش از وظیفه شده است و او این بار نیز قبول نکرده است. وزیر صحت عامه می گوید که بدنبال این تماس تلفنی نامه ای را از سوی ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دریافت کرده است که در آن از منظوری استعفایش از سوی غنی سخن رفته است. با این حال او بار دیگر تاکید کرد که هنوز از سمتش در وزارت صحت عامه استعفا نداده است. عثمانی در پایان این نوار تصویری میگوید که به نظر او حکومت داری در افغانستان باید تقویت شود، اما این کار با این شیوه ممکن نیست. وزیر صحت عامه اقدام غنی در برابر خود را یک نوع توطئه سیاسی توصیف کرده است. موضوع استعفای و برکناری عثمانی دو روز پیش پس از بازداشت بستگان او به اتهام دست داشتن در فساد مالی در وزارت صحت عامه رسانه‌ای شده است. وزیر صحت عامه به دنبال بازداشت 4 کارمند این وزارت اعلام کرد که برخی از آنها نسبت با وزیر صحت عامه ندارد. او همچنان گفت که این 4 نفر به هدایت خودش و تقاضای ستان کل برای تحقیق حاضر شدند و ادعای بازداشت آنها کذب است. این در حالی است که مقام های محلی در قندهار نزدیک به 14 میلیون افغانی را در جریان خریداری 65 قلم تجهیزات طبی برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت حیف میل کردند. بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، خریداری این تجهیزات بیش از حد ضرورت انجام شده و نرخ ارائه شده از سوی شرکت قراردادی نیز حدود 49% بلندتر از نرخ تخمینی این تجهیزات در بازار بوده است. افزون بر این، برخی از اجناس به شمول سولر، کولر، کمپیوتر، پرینتر، فرنیچر،
کامره، میز، چوکی، الماری، سیم کارت، کریدیت کارت، مودم اینترنت و حتی واتر پمپ که ربطی به مبارزه با کووید 19 نداشته خریداری شده است. در این جریان دو نوع موتر کرونا نیز از پول کرونا ترمیم شده است. بر اساس اسناد یک قرص نان در قندهار برزش 18.5 افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا خریداری شده است. از پول بودجه مبارزه با کرونا این ولایت تنها 380 هزار افغانی صرف خرید ماست شده است. این در حالی است که مسئولان هنگام خریداری 14 نوع میوه و ترکاری حدود 1,300,000 افغانی را حیف و مل کردند. 8 صبح به اسناد دست یافته است که نشان می دهد بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت حیف و مل شده است. در این حیف و میل مقام ولایت قندهار، ریاست صحت عامه، ریاست شفاخانه حوزه عینومینه و حیات 6 نفری دخیل بودند. بر اساس یافته های 8 صبح، 8 قلم وسایل و تجهیزات طبی به شمول کاردیاک مانیتور، چرکک های مریض، کمد الماری کنار تخت، دوشک، نیوبولایزر، ماسک های ساده پی پی ای و محلول پاک کننده دست در مقایسه با نرخ بازار 11,407,000 افغانی بلندتر خریداری شده است. این قرارداد برزش 11,980,000 افغانی با شرکت نجیب گلاب عقد شده است. همچنان در یک قرارداد دیگر 85 قلم مودیه و تجهیزات طبی از سوی ریاست صحت عامه قندهار با شرکت نجیب گلاب قرارداد شده است. ارزش این قرارداد 7,968,920 افغانی است. هرچند اسناد تدارکاتی این قرارداد موجود است، اما با وجود درخواست والی قندهار این اسناد به مقام ولایت فرستاده نشده است. این در حالی است که هنگام خریداری تنها 7 قلم جنس از مجموعه 85 قلم 1,114,410 افغانی در مقایسه با نرخ بازار بیشتر پرداخت شده است. ترمیم کرونا با پول کرونا. مقام های این ولایت در قراردادهای جداگانه مبالغ هنگفتی را صرف خریداری وسایل و تجهیزات کردند که هیچ ربطی به مبارزه با ویروس کرونا نداشته است. این خریداری ها شامل یک پای کمره کانون، عدد سیم کارت، مودم اینترنت، 16 قلم وسایل دفتری و کامپیوتری است. این اجناس کامپیوتر، لپتاپ، پرینتر، فرنیچر، میز، چوکی، الماری، کمره دیجیتالی، موبایل، سیم کارت، کریدیت کارت، سولر و کولرهای آبی را شامل است. افزون بر این، مسئولان در این ولایت یک پایه واتر پمپ را نیز از پول مبارزه با ویروس کرونا خریداری کردند. در یکی از مورد دو اراده موتر نو کرولا، یک اراده موتر پجارو و یک موتر نو مینیبوس نیز ترمیم شده است. افزون بر این، در پروژه اضافه کاری تعمیر طب عدلی قندهار نیز از این پول پرداخت شده است. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و جدید ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.